اولا راجع به سلاطین قاجار بنده عرض می کنم که کاملا از آنها مأیوس هستم، زیرا آنها در این مملکت خدماتی نکردند که بنده بتوانم اینجا از آنها دفاع کنم. همین سلطان احمد شاه قاجار بنده را در فارس گرفتار 3500 پلیس جنوب کرد. پس از آنکه من استعفا دادم، بعد از 27 روز نوشت که به تصویب جناب رئیس الوزراء آقای سید ضیاءالدین استعفای شما را قبول کردم و فوری به طرف تهران حرکت کنید. مقصودش این بود که من بیایم به تهران و مرا آقای سید ضیاءالدین بگیرد حبس کند. بنده مدافع این طور اشخاص نیستم. اما نسبت به آقای رضاخان پهلوی، ایشان یک مقامی دارند که از من و امثال من هیچ ملاحظه ندارند. این هم راجع به آقای رئیس الوزراء. خب این آقای رئیس الوزراء سلطان می شوند و مقام سلطنت را اشغال می کنند. آیا امروز در قرن بیستم هیچ کس می تواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است، پادشاهش هم مسئول است؟ هیچ کس همچو حرفی نمی تواند بزند. اگر سیر قهقرایی بکنیم و بگوییم پادشاه است رئیس الوزراء و حاکم بر همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صرف است. ما میگوییم که سلاطین قاجار بد بودند، مخالف آزادی بودند، مرتجع بودند. خب حالا آقای رئیس الوزراء پادشاه شد، اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی میکنیم. امروز مملکت ما بعد از 20 سال و این همه خونریزی ها میخواهد سیر قهقرایی بکند و مثل زنگبار بشود. گمان نمی کنم در زنگبار هم اینطور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد. خب اگر ما قائل شویم که آقای رئیس الوزراء پادشاه بشوند، آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد. شاه هستند، رئیس الوزراء هستند، فرمانده کل قوا هم هستند. بنده اگر سرم را ببرند، تکه تکه هم بکنند و آقا سید یعقوب هزار فوش به من بدهد، زیر بار این حرف ها نمی روم. حالا عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئیس الوزراء باشد، هم حاکم؟ اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ میخواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم، مشروطه نمیخواستیم. یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود. اگر مقصود این بوده، بنده هم نوکر شما و مطیع شما هستم. ولی چرا 20 سال زحمت کشیدیم؟ اگر مقصود این بود که ما خودمان را در عضو ملل دنیا و دول متمدن آورده بگوییم از آن استبداد و ارتجاع گذشتیم، بحث دیگری است. اگر شما می‌خواهید که رئیس الوزراء شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است. در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است. جواب سفارت انگلیس به رضاخان قزاق در مقام سلطنت 12 آبان 1304. وزیر امور خارجه اعلی حضرت پادشاه انگلستان محترماً به والا حضرت اقدس اطلاع می دهد که با تفهیم این نکته که تمام عهود و قراردادها و غیره منعقده فیما بین مملکتین شناخته و کلیه تعهدات مربوطه به آنها کاملاً از طرف حکومت جدید از روی صداقت به موقع اجرا گذاشته شود، دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان حاضر خواهند بود که حکومت جدید را که بر حسب رأی مجلس شورای ملی تا تصمیم قطعی ایران راجع به طرز حکومت آتی مملکت معین شده است، موقتاً به رسمیت بشناسند. اطلاعیه رضاخان خطاب به مردم پس از تصویب ماده سلطنت موقت
و قبل از اعلام حکومت نظامی. من دو وظیفه دارم. اول اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام، دوم رفاه حال عامه. تغییر قانون اساسی مشروطه به قواره رضاخان 22 آذر 1304. پایان قطعی مشروطیت در ایران با تبریکات آخوندهای سرشناس وقت. 15 سال دیکتاتوری و جنایت و غصب زمین‌ها تحت عنوان املاک پهلوی و عاقبت عزل و اخراج از کشور با تلگراف سه‌خطی سفارت انگلیس در تهران به دلیل نمک نشناسی رضاخان و چرخش از انگلیس به آلمان هیتلری که باد تعادل قوا در سمت آن می‌وزید. تلگراف سفارت انگلیس به رضاشاه در شهریور 1320. اعلیحضرت لطفاً از سلطنت کناره‌گیری کرده و تخت را به پسر ارشد و ولیعهد واگذار نمایند. ما نسبت به ولیعهد نظر مساعدی داریم و از سلطنتش حمایت خواهیم کرد. مبادا اعلیحضرت تصور کنند که راه حل دیگری وجود دارد. رضاخان با سرکوب تمامی نیروهای آزادی بخش برخواسته از جنبش مشروطه، نامدارترین سران آن انقلاب را یا به قتل رساند یا از دور خارج کرد. او سپس با کمک انگلستان و کودتا قدرت حکومتی را قبضه کرد و سرانجام در سال 1304 خورشیدی با تصویب یک ماده واحده در مجلس شورای ملی که خلاف آیین نامه های مجلس بود، خاندان قاجار را عزل کرد و خود مقام سلطنت را به دست گرفت. تنها یک اقلیت کوچک در مجلس جرأت مخالفت با او پیدا کردند. مدرس و مصدق از سران آن اقلیت بودند. دکتر محمد مصدق در همون مجلس طی نطق مفصل و مهمی در برابر ظهور یک دیکتاتوری جدید در ایران ایستاد. از دومین قسمت برنامه گواهی تاریخی از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق به شما سلام می‌کنم و توجهتون رو به اون چه که در اون جلسه مجلس پنجم رویداد جلب می‌کنم. علل خصوص اونجا که پای حفظ ناموس ملت و دفاع از شرافت مملکت در میان باشد. مصدق در اون مجلس البته به شدت تنها بود و به جز مدرس و دو سه نفر دیگه اساساً همصدایی نداشت. به خاطر همین حتی برای شروع صحبتاش مجبور شد قرآنش رو از جیب در بیاره و همه رو به احترام اون دعوت به بلند شدن بکنه و بگه در ابتدای نمایندگی به این قرآن سوگند خوردم که مملکت و ملت خیانت نکنم. الان هم بر اساس همون سوگند خودم رو ناچار میبینم برای حفظ مملکت نظرمو بگم. شدت ارعاب و ترس و وحشتی که آن روزها رضاخان ایجاد کرده بود اونقدر زیاد بود که مثلا در راهروهای مجلس ضمن صحبت با مخالفینش دست به یقه می شد و اساسا فضایی برای ابراز مخالفت باقی نذاشته بود. در نتیجه باید این نکته را هم در نظر بگیریم که دکتر مصدق در چنان فضایی شروع به سخنرانی و یا مخالفت با سلطنت رضاخان می‌کرد. مصدق ضمناً اصرار داشت تأکید کنه که مخالفتش با رضاخان به معنی حمایتش از قاجاریه نیست تا متهم به دفاع از یک سلسله عقب مونده و ارتجایی نشد. او گفت اولا راجع به سلاطین قاجار بنده عرض می کنم که کاملا از آنها مایوس هستم، زیرا آنها در این مملکت خدماتی نکردند که بنده بتوانم اینجا از آنها دفاع کنم و گمان هم نمی کنم که کسی منکر این باشد. همین سلطان احمدشاه قاجار بنده را در فارس گرفتار 3500 پلیس جنوب کرد و پس از آن که من استفاده دادم بعد از 27 روز نوشت
که به تصویب جناب رئیس الوزراء آقای سید ضیاءالدین استعفای شما را قبول کردم و فوری به طرف تهران حرکت کنید. مقصودش این بود که من بیایم به تهران و مرا آقای سید ضیاءالدین بگیرد حبس کند. بنده مدافع اینطور اشخاص نیستم. مصدق پس از اعلام نظرش نسبت به خاندان قاجار در مورد رضاخان هم نکاتی رو گفت که نشون میداد چقدر دست بسته است. اما نسبت به آقای رضاخان پهلوی، خودشان میدانند که در هر موقع آنچه به ایشان عرض کردم در خیر ایشان و صلاح مملکت بوده و خودشان هم تصدیق عرایض بنده را فرموده اند، نه اینکه در حضور من فرموده باشند، بلکه اشخاصی که با ایشان خیلی مرتبط بوده اند به آنها فرموده اند. ایشان یک مقامی دارند که از من و امثال من هیچ ملاحظه ندارند. این هم راجع به آقای رئیس الوزراء. مصدق بعد از این مقدمات به سرعت رفت روی اصل مطلب که مسئول اجرایی کردن پادشاه بر خلاف قانون مشروط است و در واقع این کار بازگشت به دوران قبل از انقلاب مشروط است، در حالی که مردم ایران برای رسیدن به مشروطه شهدای بسیاری تقدیم کرده بودند و خونهای زیادی نثار راه آزادی کرده بودند. خب، آقای رئیس الوزراء سلطان می شوند و مقام سلطنت را اشغال می کنند. آیا امروز در قرن بیستم هیچ کس می تواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما این حرف را بزنیم، آقایان همه تحصیل کرده و درس خوانده و دارای دیپلم هستند. ایشان پادشاه مملکت می شوند، آن هم پادشاه مسئول. هیچ کس همچو حرفی نمی تواند بزند. و اگر سیر قهقرایی بکنیم و بگوییم پادشاه است رئیس الوزراء و حاکم بر همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صرف است. ما میگوییم که سلاطین قاجار بد بودند، مخالف آزادی بودند، مرتجع بودند. خب حالا آقای رئیس الوزراء پادشاه شد، اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی میکنیم. امروز مملکت ما بعد از 20 سال و این همه خونریزی ها میخواهد سیر قهقرایی بکند و مثل زنگبار بشود، که گمان نمی کنم در زنگبار هم این طور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد. دکتر مصدق در شرایطی به دوران مشروطه و مبارزات اون اشاره می کرد که همه شنوندگانش به خوبی می دونستن غرض از تمامی خونهایی که ریخته شد، خون ستارخان و سردار جنگل و کلونل و خیابانی و امثال اونهاست، یعنی کسانی که به هر حال رضاخان خودش دستی در قتل و کشتارشون داشت. امروزه و بعد از گذشت نزدیک به 100 سال شاید برخ رو ندونن همین رضاخان بود که در معاصره تبریز به جبهه ستارخان با مسلسل ماکسیم شلیک می‌کرد. یا کنوله خونش به گردن همین رضاخانه، همونطور که خون میرزا کوچک خانم به گردن رضاخانه. میخوام بگم سخنان مصدق در آن روز باید در این دستگاه بشنویم. در مملکت مشروطه رئیس الوزراء مهم است، نه پادشاه. پادشاه فقط میتواند به واسطه رأی عدم اعتماد مجلس یک رئیس الوزرایی را بفرستد که در خانهش بنشیند، یا به واسطه تمایل مجلس یک رئیس الوزرایی را به کار بگمارد. خب اگر ما قائل شویم که آقای رئیس الوزراء پادشاه بشوند، آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می‌کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد. شاه هستند، رئیس الوزراء هستند، فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرند، تک تکم بکنند و آقا سید یعقوب هزار فوش به من بدهد، زیر بار این حرفا نمی‌روم. بعد از 20 سال خونریزی، آقای سید یعقوب، شما مشروط خواه بودید، آزادی خواه بودید. بنده خودم در این مملکت شما را دیدم که بالای منبر می رفتید و مردم را دعوت به آزادی می کردید. حالا عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئیس الوزراء باشد، هم حاکم؟ اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است، پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟
مصدق با تمام دستبستگی ها و فشارهایی که رضاخان ایجاد کرده بود، حق نماینده های مزدور رضاخان را هم کف دستشون میذاشت و در این مورد دیگر مراعات هیچ کس را نمی کرد و آنها را شدیداً مورد خطاب قرار میداد و میگفت که اگه میخواستید دیکتاتوری دایر کنید، چرا به دروغ گفتید مشروط خواهید؟ میخواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم، مشروطه نمیخواستیم. یک ملتیست جاهل و باید با چماق آدم شود. اگر مقصود این بوده، بنده هم نوکر شما و مطیع شما هستم، ولی چرا 20 سال زحمت کشیدیم؟ و اگر مقصود این بود که ما خودمان را در عضو ملل دنیا و دول متمدنه آورده، بگوییم از آن استبداد و ارتجاع گذشتیم، ما قانون اساسی داریم، ما مشروطه داریم، ما شاه داریم، ما رئیس الوزراء داریم، ما شاه غیر مسئول داریم که به موجب اصل 45 قانون اساسی از تمام مسئولیت‌ها مبراست و فقط وظیفه‌اش این است که هر وقت مجلس رأی عدم اعتماد خودش را به موجب اصل 67 قانون اساسی به یک رئیس دولت یا یک وزیری اظهار کرد، آن وزیر می‌رود توی خانه‌اش می‌نشیند. آن وقت مجدداً اکثریت مجلس یک دولتی را سر کار می‌آورد. خب اگر شما می‌خواهید که رئیس الوزراء شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد، و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است. مصدق البته روی غیرقانونی بودن اون جلسه مجلس هم دست می‌ذاشت و روی این نکته هم تذکر می‌داد که مجلسی که رئیسش همین روزهای اخیر استعفا داده، به طور قانونی مجاز به دست بردن در قانون اساسی نیست و اجازه تغییر سلطنت رو نداره. در صورتی که مجلس رئیس نداشته باشد و یک وکلای بدون فکری فکر نکرده بیایند اینجا رأی بدهند که ما می‌خواهیم قانون اساسی را تغییر بدهیم، قانون اساسی یک چیزی نیست که یک کسی از توی خانه‌اش بیاید و بگوید می‌خواهم قانون اساسی را تغییر بدهم. و به این ترتیب دکتر مصدق تمام حرف‌هایی را که باید برای ثبت در تاریخ می‌زد از تریبون همون مجلس زد و بعد هم بلافاصله از مجلس بیرون رفت تا در تغییر غیرقانونی قانون اساسی شرکت نداشته باشه. مصدق اون روز در واقع روی دو نکته اساسی دست می‌ذاشت. یکی این که رضاخان با اختیارات نخست وزیر، یعنی بالاترین مقام اجرای مملکت، نمیتونه پادشاه بشه. یعنی اگر شاه بشه دیگه اجازه دخالت در امور اجرایی رو نداره، که البته این چیزی نبود که رضاخان به اون تن بده. نکته دیگه این که اساساً تصویب تغییر سلطنت خارج از اختیارات مجلس شوراست و کار مجلس مؤسسانه. کما اینکه وقتی دولت رضاخان داستان تغییر سلطنت و حکومت موقت خودش رو به سفارتخانه های خارجی اطلاع داد، همگی آنها تصمیم گیری در مورد شناسایی حکومت جدید و مشروط به تصمیم مجلس مؤسسان کردند. انگلستان که خود سلسله جنبان ماجرای تغییر سلطنت بود، برای عادی نشان دادن ماجرا در جواب وزارت خارجه رضا شاه نوشت: نامه شما مبنی به تغییر سلطنت را به انگلستان فرستادیم. هر وقت جواب آمد به شما اطلاع می‌دهیم. مشابه این جواب را سفارت‌های شوروی، ایتالیا، آلمان، بلژیک، مصر، لهستان، ترکیه و فرانسه هم به صورت یکسان دادند. اما سفارت انگلستان روز 12 آبان 1304 در یک نامه جداگانه جوابی برای رضاخان فرستاد که اطلاع از آن اهمیت دارد. انگلیس ها گفتند: ما حکومت موقت را به شرطی به رسمیت می شناسیم که تمامی تعهدات دولت قبلی، یعنی قاجاریه، را با ما رعایت کنید. به این ترتیب می‌بینیم انگلستان به رضاخان حالی کرد که برای اونها تنها چیزی که اهمیت داره استمرار همون قراردادهای استعماریه و بس. چه
چیزی که البته رضا خان به سرعت قبول کرد. همین رضا خان این که جلوی انگلستان جز تمکین کاری نمی‌کنه، اما به مردم خودمون که میرسه در عین عوام فریبی از ابراز قلدری کوتاه نمیاد. رضا خان پس از تصویب ماده واحده طی اطلاعیه‌ای به مردم گفت: من دو وظیفه دارم. اول اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام، دوم رفاه حال عامه. اما بلافاصله تا خاتمه انتخابات مؤسسان در تمام مملکت حکومت نظامی اعلام کرد. نظامنامه مجلس مؤسسان را هم خود رضا خان تنظیم و امضا و ابلاغ کرد تا از همان ابتدا ملت را به دیکتاتوری عادت دهد. روز پنجم آذر 1304 شمارش آرای مؤسسان تمام شد و نمایندگان مجلس مؤسسان روز ششم آذر معرفی شدند. آخوند سید ابوالقاسم کاشانی هم از تهران بود. روز 15 آذر رضا خان مجلس را افتتاح کرد. روز 22 آذر اصل 36 قانون اساسی تغییر یافت و سایز رضا خان دوخته شد و به او تقدیم شد. آخوندهای سرشناس وقت اولین صنفی بودند که به او تبریک گفتند. بسیاری آخوندهای دیگر از نجف تلگراف تبریک برای او فرستادند. روز 3 اردیبهشت 1305 تاجگذاری انجام شد و به این ترتیب تمامی آنچه که با انقلاب مشروطه و امضای فرمان مشروطیت در سال 1285 آغاز شده بود، درست 20 سال بعد با جشن تاجگذاری رضا شاه به یک دیکتاتوری دیگر ختم شد، در حالی که بسیاری سرداران و مجاهدان انقلاب مشروطه به دست رضا خان در خاک خفته بودند. دیکتاتوری او البته 15 سال بعد به سادگی تمام توسط همون کسانی که او رو آورده بودن به پایان رسید. سفارت انگلستان در تهران با یک تلگراف 3 خطی او رو عزل و از مملکت اخراج کرد. ممکن است اعلی حضرت لطفاً از سلطنت کنارگیری کرده و تخت را به پسر ارشد و ولیعهد واگذار نمایند؟ ما نسبت به ولیعهد نظر مساعدی داریم و از سلطنتش حمایت خواهیم کرد. مبادا اعلی حضرت تصور کنند که راه حل دیگری وجود دارد.